خب دوستان عزیز، من افشین فرقانی هستم. شبتون خوش، امیدوارم که روز خوبی رو تا اینجا پشت سر گذاشته باشین و میریم که شب دیگه رو در کنار همدیگه باشیم و به صحبت دوستان در واقع که هر بار ما افتخار میزبانیشون رو داریم پای اون حرفا بشینیم و چیزی یاد بگیریم. به هر حال امشب همونطوری که میدونید ما میزبان محمد حسینی‌پور عزیز، در واقع کلینیکال سایکولوژیست مقیم سیدنی هستن. ایشون از روانشناسان بسیار با سابقه که افتخار همنشینیشون رو ما در سیدنی داریم و به موضوعی میخوان بپردازن که تقریبا از مشکلات شایعی هست که شاید هر روز ما توی مطبامون با این معضل روبرو هستیم و اون مسائل مربوط به خواب هست. مسائل مشکلات مربوط به خواب، حالا گذشته از مواردی که ربط پیدا میکنه به موارد جسمی یا موارد کاری و به هم خوردن سیستم سیرکادیان، که مثلا فرض بکنید در شیفت ورکر ها ما داریم، میدونید که بیشتر از 2 میلیون نفر ما شیفت ورکر توی استرالیا داریم، کسایی که کارشون به نوعی با پروازهای متعدد همراهه و دچار مسائل جت لگ میشن، به اضافه کسانی که به دلیل مشکلات دیگه دچار بدخوابی هستن، کرونیک پین ها، مناپوز و این ساید افکت داروها و مسائل مختلف دیگه، مشکلات نارکولپسی، کوموربیدیتی های همراه با مشکلات خواب مثل اسلیپ اپنه و غیره. ولی از طرفی خود خواب هم و به هم خوردن این در واقع ریتم درست خواب خودش موجب بسیار مشکلات دیگری خواهد شد. شبهایی که ما به هر حال میخوابیم، یا بهتر بگم شبهایی که ما نمیخوابیم، محمد حسینی‌پور خوب میخوابه و بنابراین میشینیم پای صحبتهای محمد جان که ببینیم که راز این خواب چیه و خواب چقدر اهمیت داره. من دعوت میکنم از محمد عزیز که به ما بپیوندن. محمد جان، بله، بسیار عالی. محمد جان سلام عرض میکنم خدمت. سلام افشین عزیز و سلام بقیه دوستانی که جمع ما رو در واقع مخفیانه رنگین کردن، چون که همه مخفی هستن. و خب خیلی خوشحالم که در جمع شما دوستان هستم و به هر حال مارم در کنار خودتون اینجا باعث افتخار دادین و راه دادین و من کلی چیز می آموزم از بحثای شما. راستش افشین جان، گفتن که شما می آموزین از من، نه در واقع بحث امشب من افشین جان بحثیه که یه مقداری تکرار مکررات و یا شاید بدیهیاته، متوجه این؟ یعنی اینکه ما خیلی وقتا بدیهیات رو ندیده میگیریم، بدیهیات رو میذاریم کنار. من اصلا شک ندارم که همه دوستان و حتی در جامعه اکثر انسان ها اهمیت خواب رو کم نمیدونن. همه میدونن که خواب واقعا در زندگی ما چه نقش مثبتی داره و چقدر لازمه در سلامت، یعنی در واقع منتال ویل بینگ و فیزیکال ویل بینگ ما چه نقش واقعا موثری رو بازی میکنه. من ببخشید، من به خاطر اینکه میخوام این دوربین خودم خاموش کنم که فقط به هر حال ما چشم و گوشمون با شما باشه، من یه نکته رو فقط به دوستان بگم که از گزینه چت خودتون برای طرح کردن سوالاتون استفاده بکنید. فقط خواهشی که من دارم اینه که در اون گزینه چت وقتی شما میخواید سوال خودتون رو بنویسید یا نکته و نظر خودتون رو بنویسید، دو تا گزینه دارید که انتخاب کنید. یکی حداقل دو تا گزینه دارید، یکی all panelists هست و یکی all panelists and attendees هست. من خواهش میکنم که مورد دوم رو انتخاب کنید، یعنی all panelists and attendees، چون اینطور که سوالتون رو مطرح میکنید باقی دوستان هم سوالها رو میبینن و این خودش هم این که کمک میکنه از سوالهای تکراری جلوگیری بشه و هم این که به هر حال حس و حال این سوال کردن توی جمع به وجود میاد که حس خوبیه. خیلی ممنونم، من به هر حال دوربین خودم رو خاموش میکنم و در خدمت شما هستیم محمد جان. ممنون.
بله، این که واقعا ما یک مسئله بدیهی رو راحت نهیده بگیریم خیلی اتفاق میفته. جالب اینجاست که با افشینجان صحبت میکردیم چند وقت پیش که ما چقدر خودمون مسئله رو که خیلی بهش واقفیم و میدونیم جزئیاتش هم میدونیم، اینو به راحتی در مورد خودمون اجرا نمیکنیم. و حالا تجربه سالیان سال من در مجاورت با پزشکان عزیز و یا هم حرفه‌ای‌های خودم اینو نشون داد که ما خودمون به سلامت روان خودمون زیاد توجه نمی‌کنیم. یعنی ما لایف استایل مناسبی رو واقعا اداپت نمی‌کنیم، انتخاب نمی‌کنیم، نداریم لایف استایل صحیح رو و بنابراین خودمون در ریسک هستیم. یعنی واقعا پزشکا در از نظر سلامت جسم و سلامت فکر بسیار بسیار در ریسک قرار میگیرن، به خاطر اینکه کار بسیار استرسفولی، فشار عصبی خیلی زیادی روی حرفه پزشکی هست و همچنین روانشناسا. و خب من فکر میکنم ما واقعا بیشتر از همه باید به فکر سلامت روان خودمون باشیم. و من امشب فکر کردم که به جای اینکه ما درباره در واقع بیماران صحبت بکنیم و ما درباره کلاینت ها صحبت بکنیم، ما بیایم یک بدعتی رو بذاریم که گاه گاهی هم به خودمون نگاه کنیم، به مسائل و مشکلات خودمون نگاه کنیم، اون چیزایی که باش روبرو میشیم. خب من به هر حال به عنوان یک حرفه‌ای در کنار کار شما، من با مسائل و مشکلات شما بسیار نزدیکم و آگاهم و میدونم که چقدر در طول روز میتونه روی یه پزشک استرس وجود داشته باشه. ولی صحبت اینجاست که خب این استرس کجا میره، استرس به کجا میرسه و ما چقدر اون سپر دفاعی ما در مقابل این استرس چی هست. چون ما که استرس رو نمیتونیم از بین ببریم، استرس در واقع مثل ویروس های سرماخوردگی توی هوا هست. ما به خاطر اینکه وارد یه مکانی بشیم که نمیتونیم تمام ویروس ها رو از بین ببریم که سرما نخوریم، و مسلماً و یقیناً باید نیروی دفاعی خودمون رو بالا ببریم. من این مثال در مورد استرس خیلی به کار میبرم و قابل فهم میشه برای کلاینت هم که این سپر دفاعی و بالا بردن ایمیون سیستم خودمون در مقابل استرس بسیار بسیار لازمه. خب بس امشب ما درباره خوابه. خب حالا نقش خواب این وسط چی هست؟ ببینین امشب من واقعا نمیخوام وارد مراحل خواب بشم، عملکرد خواب بشم، هرچند که مدتیه، یعنی حدود شاید یک سال میشه که خیلی جدی من روش در واقع خواب درمانی به این صورته که اول از همه اینکه سوال مربوط به سابقه بیمار رو حتما با خواب شروع میکنم. یعنی مسائل و مشکلاتی رو که کلاینت میتونه با خودش بیاره، یکیش مسئله خوابش هست و اینو به هیچ وجه سعی میکنم که ایگنور نکنم. و خوشبختانه با این دیوایس هایی که اومده خواب کلاینت رو میشه مانیتور کرد. این ترکینگ بسیار با ما کمک میکنه در مورد اینکه آیا ببینیم که مدیکال تراپی، دارو درمانی چقدر تاثیر داره روی درمان و خود روان درمانی کانسلینگ چقدر تاثیر داره. چون هر نوع تأثیری در روحیه کلاینت ما روی خوابش مشخص میشه. یعنی من متوجه شدم که اخیراً ما ابزاری پیدا کردیم که میتونه در واقع کارآمدی تریتمنت ما رو اندازه‌گیری بکنه. خب وقتی که به این صورت ما میبینیم انجام میشه، پس در نتیجه فکر کردم که اگر ما بیایم خواب بیمارمونم در واقع کمک بکنیم که خواب بهتری رو داشته باشه، تریتمنت خواب آیا کمک میکنه به
درمان اختلال یا درمان بیماری و کیسای عجیب و متعددی دارم که نشون میده بله این کارو میکنه و اینها رو گذاشتم که امیدوارم اگر که در آینده فرصتی بود خدمتتون بگم. یکی اینو خیلی علاقه مندم که با شما شریک بشم و یکی در مورد دریم هست، نقش رویا، نقش خواب در خواب که این چی هست. این بسیار بسیار جالبه، بحث خیلی جالبیه، من مطمئنم که برای همه شما جالب خواهد بود. کمتر به این قضیه پرداخته شده که اونم اگه فرصتی بود حتما خدمت شما خواهم گفت. ولی حالا اجازه بدین که امشب در مورد اهمیت خود خواب، که اینکه واقعا خواب چی کار میکنه، اون چیزی رو که ما واقعا نمیدونیم زیاد. ببینین با یه مثال اجازه بدین شروع بکنم. ما یه کتابخونه داریم، مثلا این کتابخونه پشت سر من، و این کتابخونه کتاباش به طور منظم در قفسه چیده شده، سکشن بندی شده. ما میدونیم مثلا کتابای فارسی کجا هستن، کتاب انگلیسی کجا هستن، بخش فلسفه کجاست، روانشناسی کجاست، تاریخ کجاست. و اگر کسی از ما کتابی رو بخواد که بهش بدیم، مستقیم میریم و تو اون قسمت کتابو میکشیم بیرون و به طرف میدیم یا خودمون از کتاب استفاده میکنیم. حالا اگر که ما این کتابو به توی قفسه برنگردونیم، سر جاش برنگردونیم، اون کتاب استفاده میکنیم، میذاریم کنار، کتاب بعدی رو استفاده میکنیم، میذاریم کنار، به تدریج این کتابا جای مشخص خودشون از دست میدن. حالا اگر ما بخوایم یک کتابی رو پیدا بکنیم، خب مسلما میریم سر اون جایی که بوده، نگاه میکنیم میبینیم نیست. کجا باید باشه؟ لابلای این کتابایی که اینجا توی اتاق ولو شده و ریخته. و پیدا کردن اون کتاب، لابلای این کتابا بسیار بسیار مشکل خواهد بود. مسئله دیگه که میخوام اشاره بکنم، این مثال ها رو میخوام بزنم که بعداً با این مثال ها ما بتونیم مسئله خواب بهتر روشن کنیم. مسئله دیگه تفاوت بین هارد دیسک و رم در کامپیوتره، که مسلماً همه شما میدونید هارد دیسک جای ذخیره کردن اطلاعات و ما بی نهایت اطلاعات میتونیم در هارد دیسک ذخیره بکنیم. در واقع مغز انسان کپاسیتی استور کردن و نگاه داشتن بی نهایت اطلاعات رو داره. این اطلاعات فقط شامل آن چیزهایی نمیشه که ما دیدیم یا شنیدیم یا تجربه کردیم. جالب اینجاست که ما هر نوع تفکری رو که می آفرینیم در ذهنمون ذخیره میشه. یعنی هنو خلاقیتی، هنو اندیشهی که حتی وجود نداره و ما بهش اندیشیدیم، این اندیشه هم استور میشه. حالا خود شما مجسم بکنید که ما چقدر اطلاعات ذخیره داریم. و به خاطر همینه که بعضی وقتا که خواب میبینیم میگیم که عجیبه، ما مثلا شاید یه زندگی دیگه هم داشتیم. من از خیلی ها شنیدم، میگم چرا؟ میگم آقا من خواب دیدم و این خوابی که دیدم، من اصلا تو این خواب وجود نداره، اصلا این خواب رو هیچ وقت من تجربه نکرده بودم. اون چیزی رو که من در خواب دیده بودم، در بیداری به هیچ وجه من باش روبرو نشده بودم. پس امکان داره که این مال اون زندگی قبلی که مثلا من داشتم بود. دلیل نداره که ما بدونیم. اول دلیل نداره که همه چیزهایی رو که ما به یاد میاریم و تجربه کرده باشیم و دیده باشیم. به هیچ وجه همچین چیزی نیست. شما ببینین تمام فیلم‌هایی رو که نگاه می‌کنین، ثبت میشه در مغز انسان. تمام خوابهایی رو که میبینین، خود اون خواب هم که ندیدین باز در ذهن ما ثبت میشه. پس بی نهایت کپاسیتی مغز بی نهایت هست. هیچ مشکلی ما با این مسئله نداریم. یعنی ببینین در مورد حالا اختلالاتی که مثلا در حافظه به وجود میاد، حافظه‌های کوتاه مدت، این دلیلش انباشته شدن اطلاعات توی
ذهن ما نیست به هیچ وجه، مثل هارد دیسک کامپیوتره. یعنی در واقع هارد دیسک میتونه اطلاعات رو ذخیره بکنه، ولی چه چیزی باعث میشه که ما به سرعت بتونیم چیز رو به یاد بیاریم؟ مسئله ریکال و مسئله مموری، اون به اون رندوم اکسس مموری برمیگرده، اون رم هست. رم در واقع آماده میسازه یک سری اطلاعات رو برای ما مرتب، و ذهن هم همینطور یک سری اطلاعات رو آماده میسازه که ما سریع بتونیم بهشون دسترسی پیدا بکنیم، به سرعت بیشتری دسترسی پیدا بکنیم، که اون شورت ترم مموری ما میشه. و به خاطر همین هست که ما در سنین بالا شورت ترم مموریمون میتونه دچار اختلال بشه. این شورت ترم مموری که حالا در کامپیوتر رم مسئول در واقع عمل کردش هست و سرعت انتقال اطلاعات، در ما به خاطر درگیر شدن فکریمون دچار اختلال میشه. حالا این مثالی که میزنم به این صورته که مجسم کنید که ما صبح که از خواب پا میشیم، میایم و یه سری کارهایی رو انجام میدیم. مثلا میریم دست رومونی میشوریم، دوش میگیریم، آماده میشیم، میایم کافی برای خودمون درست میکنیم، صبحانه درست میکنیم که اگه بکنیم خیلی هم خوبه. یه سری کارهای خیلی روزمره عادی رو انجام میدیم. اینها هیچ کدومشون به ما درگیری فکری نمیده، یعنی در واقع از رم ما استفاده نمیکنه. متوجه این؟ یه سری رفتاری هست که یه مقدارش اتوماتیک هست و یک مقدارش هم باعث مشغولیت و درگیری فکری نمیشه. حالا به مجرد اینکه مثلا شما اولین درگیری رو در یک رابطه با یک مسئله، حالا این درگیری میتونه تلفنی باشه که به شما میشه، میتونه فکری باشه که از روز قبل ذهنتون رو مشغول کرده بوده و یه دفعه بهش متوجه بهش میشین و بهش فکر میکنین. مثلا در مورد کیسی بیماری داشتین که روز قبل کاملا این مسئله براتون حل نشده بود، بهش فکر میکنین. و یا تلویزیون رو روشن میکنین و اخبار رو نگاه میکنین و یه سری خبرهایی که پخش میشه و باعث درگیر شدن فکر شما میشه. تلفنی میشه از یه دوست، یا خودتون تلفن میزنید، مثلا به فامیلیتون تلفن میزنید، به ایران زنگ میزنید و اونها یه خبری رو به شما میدن که ذهن شما رو به خودش مشغول میکنه. این باعث میشه که در واقع شما از رم مغزتون استفاده میکنین، اوایدش هم نمیشه کرد. ببینید، یعنی سری چیزایی هست که ما نمیتونیم اواید بکنیم. و در مقابل اون کارهایی که خدمتتون گفتم که ذهن ما مشغول نمیشه بهش، انگیجدش نمیشه، درگیرش نمیشه، و این چیزهایی که درگیرش میشه و دونه دونه درگیر میشه و این در واقع یه صفحه باز میکنه. مثل شما راستان رو کامپیوتر دیدین که اون بالا میتونین صفحه های متعدد باز کنین. حالا بعضی از ما عادت داریم صفحه ها رو خاموش میکنیم دیدم، ولی بعضی ها صفحه هاشون رو نمیبندن، صفحه رو نمیبندن، صفحه بعدی رو باز میکنن، صفحه های متعددی باز میشه. وقتی که این صفحه ها باز میشه، سرعت پروسسینگ رم، رندوم اکسس مموری، کم میشه، میفته، یواش میشه. خب حالا مغز ما مسلماً رمش خیلی قوی هست، بسیار قوی هست. چرا؟ چون که ما مرتب این صفحه ها رو داریم باز میکنیم. و مجسم بکنیم که وقتی که حتی از در خونه میریم بیرون، میتونه این درگیری ها ناخواسته بسیار بسیار زیاد پیش بیاد. محیط کاری که دیگه جای خودشو داره، مخصوصا
مشاغلی شبیه مشاغلی که شما دوستان دارین بسیار بسیار میتونه از این رم استفاده بکنه. حالا مجسم بکنین که این رم ها همون کار برداشته شدن فایل های از تو کتابخونه رو هم انجام داده دیگه، رفته یه سری چیزهایی رو برداشته به خاطر احتیاج باشه بهشون که پروسس کنه، اطلاعات رو پروسس بکنه، اینا رو هم برداشته و ریخته حالا کف کتابخونه. و ما در طول روز به خاطر سروایو بکنیم خب ignore میکنیم و انرژی استفاده میکنیم. یعنی ما به خاطر اینکه بتونیم سروایو بکنیم انرژی بسیار بسیار زیادی رو صرف میکنیم که ما بتونیم که کنترل بکنیم مایندمون رو که از هم نپاشیدند. چون این کنترل اگه وجود نداشته باشه شما مجسم بکنیم با این اطلاعات زیاد و فشار عصبی که رو ما هست مغز میتونه در کارش اختلال به وجود بیاد و به خاطر اینکه اون اختلال به وجود نیاد ما انرژی مصرف میکنیم. شما بعضی وقتا حس کردین که در طول روز احساس خستگی شدید میکنین، نگاه میکنین کاری نکردم، نه راه رفتم نه حرکت بدنی کردم، من که کار خاصی نکردم، نه وزنهی بلند کردم، بچه اینقدر خستم. این اون مقدار انرژیه که ما به خاطر تحمل استرس استفاده میکنیم و اون پروسسینگ ذهنمون. این قضیه در طول روز اتفاق میفته و خب باید ریست بشه، حتما باید ریست بشه. چی اینو ریست میکنه؟ خواب هست. یعنی خواب این نیست که شما میگیریم میخوابیم مثلا خب فعالیت نمی کنیم، مثلا ریلکس میشیم، فیزیک بدنمون در واقع رست داره، استراحت داره. نه، این کار اصلی خواب در واقع دیفرگمنت ذهن. حالا من مثال کامپیوتری رو که میزنم برای اینکه خیلی تنجبله و عجیب من مشابهت دیدم بین عملکرد ذهن انسان، مغز، ذهن و کامپیوتر. اگه یادتون باشه، کسایی که حالا دوران کامپیوترهای قبلی یادشونه، ما مجبور بودیم هر از مدتی کامپیوتر رو دیفرگ میکردیم و دیفرگمنت هم پروسه طولانی داشت، بعضی وقتا شب تا صبح، مثلا شب باید دیفرگمنت رو روشن میکردیم که تا صبح کامپیوتر دیفرگ بشه، نه در واقع اون فایلا که اینجوری پراکنده این ور اون ور افتاده اینا بیاد منظم سر جای خودش قرار بگیره که سرعت کامپیوتر نیفته. یادتون باشه وقت سرعت کامپیوتر میافتاد ما کامپیوتر دیفرگ میکردیم. پس خواب، عمل خواب، عمل دیفرگمنت رو انجام میده در ذهن. دیفرگمنت باعث میشه که اون فایل ها بسته بشه و در واقع یک روز جدید رو که ما آغاز میکنیم با انرژی بهتری شروع بکنیم و ریفرش شده باشیم. خب حالا اگر که ما در واقع نخوابیم، خب این اتفاق نمیفته، یا اگه با بد بخوابیم اتفاق نمیفته. من باز نمیخوام وارد اون قضیه باشم چند ساعت خواب لازمه، دسته چای خواب چجوریه، چجوری فکر میشه، ولی فقط مسئله بدخوابی رو مطرح میکنم که به اندازه کافی خواب انجام نشده باشه. میت های خیلی زیادی هم هست در این مورد. بعضی ها میگن آقا ما مثلا فقط به 3 ساعت خواب احتیاج داریم. یکی میگه من مثلا 3 ساعت خواب بخوابم کافی میبرم، هیچ مسئله نیست برای من. نه، اون موقعی که من اون آدم رو میبینم که داره به من میگه من 3 ساعت میخوام بخوابم، مثلا 40 سالشه،
من خیلی دلم میخواد اون فرد مثلا 60 سالگی هم ببینم بگه آقا من مثلا 30 ساله که شب 23 ساعت خوابیدم. نه، این درست نیست. خواب باید به اندازه کافی باشه و زمان خواب هم حالا به هر حال گفته شده یه چیز بین 6 ساعت تا 8 ساعت ما احتیاج به خواب داریم. حالا به طور اوریج مثلا 7 ساعت احتیاج به خواب داریم. تو آدم ها میتونه مختلف باشه، کمی کم و زیاد باشه. توی بچه ها میتونه با بزرگ سالان فرق بکنه، مثلا بچه های 2 ساله تا 12 ساله یا بچه های 7 ساله تا 15 ساله. اینها همشون یه سری نیازهای خوابشون با هم دیگه متفاوته. و چقدر جالب بود که هفته گذشته محسن جان اشاره کرد به این قضیه که حتی در مورد ADHD مسئله خواب ما در بچه ها باید نگاه کنیم. یعنی اول از همه نگاه کنیم ببینیم که اون بچه‌ای که حالا میخوایم ما تشخیص ADHD بدیم یا با هایپر اکتیویتی مراجعه کردن که این بچه نارامه و یا هایپر اکتیوه، خب این چقدر میخوابه؟ آیا اون مقدار کافی که لازمه بخوابه میخوابه یا نه؟ و خب خیلی جالب بود برای من که دکتر میرزایی به این مسئله اشاره کردن و واقعا درسته. یعنی اهمیت خواب به هیچ وجه نباید برای روانشناسا و پزشکان در مورد در واقع داینامیک بیماری نادیده گرفته بشه. باید حتما در نظر گرفته بشه. و خودمون، حالا میگم ما بحث کلاینت ها و پیشنت هامون نمیخوایم بکنیم، بلکه در مورد خودمون میخوایم صحبت بکنیم. حالا سوال اینجا پیش میاد که خب حالا ما چی کار باید بکنیم؟ در واقع بهداشت خواب چیه؟ هایجین خواب چیه؟ ما به خاطر اینکه بهتر بخوابیم ما که نمیتونیم شغلمون عوض کنیم، ما که نمیتونیم استرس های روزانه رو بیاریم پایین، ما که این کار نمیتونیم بکنیم. و حرف درستی هم هست، به خاطر اینکه یک سری از فشارهای عصبی، فشارهای کاری که روی ما هست ما نمیتونیم از بینشون ببریم، حتی شاید کمشون هم نتونیم بکنیم. ولی اون فشارهای عصبی و درگیری‌های فکری ناخواستمون رو که ضروری نیست و خودمون به وجود میاریم، اونو میتونیم مدیریت بکنیم. از اینجا باید شروع بکنیم. یعنی در واقع باید اون اورنس رو داشته باشیم، اون آگاهی رو داشته باشیم و اون دیسیپلین رو داشته باشیم که بدونیم واقعا اگر بخوایم سلامت جسم و سلامت روانمون رو بهش اهمیت بدیم، باید این کار رو انجام بدیم، وگرنه ایگنور کردیم، وگرنه سلف هارم همینه دیگه. سلف هارم شاخ و دم نداره به قول معروف. ما میتونیم خودمون استرس رو به وجود بیاریم. اونجایی که دیگه استرس نباید باشه اگه خودمون به وجود بیاریم، حالا به گونه سلف هارم هست. ما صبح همونجوری خدمتون گفتم، صبح که پا میشیم خیلی کار میتونیم انجام بدیم. ولی آیا ضروری هست که صبح ما مثلا زنگ بزنیم به جایی که میدونیم امکان داره حالا این کانورسیشنی که داریم به ما یه استرس وارد بکنه، یعنی ما رو انگیج بکنه؟ من در مورد غیر ضروری ها صحبت میکنم، نه من در مورد مثلا تلفن ضروری که شما قراره بزنید صحبت نمیکنم، چون تلفن ضروری همون چیزیه که خدمتون گفتم که باعث ایجاد استرس میشه و از همون بعد فر روز این استرس با ما وارد میکنه. یا اینکه اخبار گوش بدیم، مثلا تلویزیون. خیلی عادت دارن صبح که پا میشن تلویزیون روشن میکنن، اولین کاری که میکنن تلویزیون روشن میکنن. خب اخبار همراه خودش چی میاره؟ استرس. یعنی میتونه پیغام هایی باشه توی خبر که باعث درگیری ذهن ما باشه، ذهن ما رو انگیج میکنه. از همون اول صبح ما شروع میکنیم به نگران شدن
استرس پیدا کردن و صرف انرژی. امکان داره خیلی هاتون بگین خب من مگه میشه اخبار گوش نکرد، مگه میشه مثلا ندونست که اطراف اون چی میگذره. من این بحث رو میذارم کنار، وارد این دیبیت نمیشم با کسانی که این فکر رو میکنن. فقط کوتاه میگم که آره میشه اگه بخواد انسان میتونه و میشه. بعد از اون درگیری های خیلی غیر ضروری دیگه، تشنج هایی که میتونه اوید بشه، میتونیم واقعا جلوش رو بگیریم. بین اعضای خانواده مثلا اینها هر گونه درگیری. ببینید صبح روز ما رو میسازه، و اگر که صبحمونو با به هر حال ذهن پاکی و ذهن بازی و راحتی شروع کنیم، خب مسلماً به قوی شدن ما در طول روز و آماده شدنمون برای استرسایی که دست خودمون نیست آماده میکنه. خواب خوب به این که ما صبح اتیتیودمون نسبت به محیط اطرافمون چطور باشه بسیار کمک میکنه. یعنی اگر که ما صبح پاشیم و خوب نخوابیده باشیم، مسلما احساس خستگی میکنیم، احساس بی‌حوصلگی میکنیم، و این خستگی و بی‌حوصلگی ما باعث میشه که استرسی رو که به ما رو میکنه تشدید بشه و ما انرژی کافی برای مقابله با استرس رو هم نداشته باشیم. پس این هر دو کار ما باید با هم انجام بدیم. ما واقعا باید اون هایجین خوابمون در نظر بگیریم که بتونیم خواب خوبی رو داشته باشیم، حتما مناسب بخوابیم و هم آماده بشیم در طول روز به خاطر اینکه انرژیمون رو صرف مسائلی نکنیم که استرس بیشتری به ما بده. بعد از کار وقتی که محیط کار ترک میکنیم، یعنی فضای رو ترک میکنیم که میتونه پر از استرس هایی باشه که ناخواسته، یعنی ما نمیخوایم ولی به ما وارد میشه، برمیگردیم دو دفعه به خانه. ما باید فراموش نکنیم که زندگی به هیچ وجه نمیتونه شبیه یک تراک باشه، شبیه یه چی میگن ماشین باری باشه. این خیلی مهم هست که ما روشی رو که زندگی میکنیم شبیه قطار باشه، زندگیمونو مثل قطار بگیریم نه مثل تراک. یعنی کامپارتمنت داشته باشه زندگی ما و ما هر آن در کامپارتمنت خود اون زمان خاص باشیم. یعنی همیشه ما با تایم و سپیس متصل باشیم، با زمان و مکان. اون زمان و اتصال ما با زمان و مکان باعث ساخته شدن اون کامپارتمنت میشه. یعنی اینکه دیگه اون استرس محیط کار، درگیری محیط کار رو سعی نکنیم که با خودمون وارد خونه بکنیم، چون اگر که آلوده بکنیم این محیط هم با اون استرس، مجال استراحت رو از خودمون میگیریم، مجال بسته شدن اون فایل ها رو هم یه مقدار از خودمون میگیریم. یه چیز جالب الان یادم اومد که یک آلمان که بودم اینها یه مثالی داشتن، میگفتن که وقتی که از سر کار میاین خونه، اگه بتونین یک خوابی رو بکنین، یه خواب کوتاهی رو بکنین، اسمش هم هست شلوسل شلاف. شلوسل یعنی دست کلید، شلاف یعنی خواب. بعد شلوسل اون دست کلیدای حالا دستگاه ماشینتون و خونتونه، اینو در باز کردین اومدین تو خونه، روی یه صندلی دست دار بشینین
و استراحت کنین. حالا دستاتون رو روی دوتا آرمچر بذارین، دست های صندلی بذارین و چشماتون رو ببندین و سعی کنین بخوابین. به مجرد اینکه این دست کلید از دستتون رها شد، افتاد رو زمین، صدا میده دیگه، شما از خواب پا میشین. و اینها معتقدن که همون مقدار خواب میتونه ذهن پریشان شما رو که در طول روز در طول کار داشتین و به اونجا رسیدین رو منظم بکنه. خیلی جالب، خیلی من گاهی اوقات این کار میکردم و مثل نپه دیگه، واقعا آدم رو سرحال میاره. یعنی حتی همون مقدار کم خواب بعد از کار میتونه این کار انجام بده. بعد دیگه آماده به قول معروف کارهای بعد از ظهرتون میشه. بعد از ظهر، قبل از اینکه بخوابیم ما اون موقع هم باید بهداشت خواب رعایت بکنیم که معمولا انجام نمیدیم، مخصوصا امروزه با وسایل ارتباط جمعی، با تلویزیون هست، مخصوصا نگاه کردن به اخبار دو دفعه میتونه ذهن ما رو به خودش مشغول بکنه. درگیری هایی که حالا غیر ضروری هست در مورد مسائل مختلف، این درگیری های صبح روزمون رو خراب کرد و این درگیری ها میتونه باعث خراب شدن خواب ما بشه. هم میتونه خواب ما رو مختل بکنه، یعنی چون ما همیشه قبل از خواب احتیاج به یه استراحت داریم، این خیلی جالبه، بعد از این هم که بیدار بشیم احتیاج داریم. اون جوک شیرازی رو شنیدین که میگن ما شیرازی ها وقتی که صبح از خواب پا میشیم یه صندلی بالای تختمونه، رو صندلی میشینیم که یکم استراحت بکنیم، خستگیمون در بره. حالا ما و این واقعیه، قبل از خواب ما احتیاج داریم استراحت بکنیم که خوب بتونیم بخوابیم. برای خوابیدن خوب ما احتیاج به استراحت داریم، استراحت فکر داریم. و باز هم سعی بکنید که حداقل تا یکی دو ساعت قبل از اینکه شما به بستر برین، سعی کنین از هر گونه اتفاق تشنج‌زا دوری بکنید. سعی کنین که باز من چون ما این اخبار خیلی مخالفم، این اخبار رو سعی بکنین حداقل دو ساعت قبل از خواب گوش نکنین یا تماشا نکنین. یا اینکه این سوشال میدیایی که میتونه توش خبرهایی بیاد که ذهن شما رو مشغول بکنه، آهنگ گوش بدین، چه میدونم فیلم گوش بدین. و جالب اینجاست هیچ اشکالی نداره، شما وحشتناکترین فیلم ها رو میتونین نگاه بکنین، ولی از آنگه است که ذهنتون انگیج نکنیش مسئله نیست، چون باعث انگیج شدن ذهن نمیشه، قاعدتا نباید بشه. ولی اون چیزهایی رو که ذهنتون رو مشغول میکنه، که مخصوصا حالا بگومگوها هست، بحثا، مشاجره ها هست، که میتونه واقعا خواب شما رو مختل بکنه. یعنی همه ما واقعا باید خودمون رو کاملا آماده بکنیم برای خوابیدن، برای داشتن یک خواب خوب. و این بسیار بسیار ضروریه. یکی از چیزهایی که من اکثرا پیشنهاد میکنم به کلاینت ها، مثلا کلاینت هایی که تشنج در رابطه ها خیلی زیاده، رابطه شون میگم تشنجتون رو به هیچ وجه به اتاق خواب نبرید. و اینکه اتاق خواب رو یه ساین اگه میتونین روش بزنین تمپل، اینجا معبد، و در معبد جای هیچ گونه بحثی نیست، همش اینتیمسی هست و حرفای خوب و صحبتهایی که به هر حال حالا اگر عاشقانه نمیخواین باشه، حداقل تشنج‌زا هم نباشه. به هیچ وجه بحث ترد پارتی رو مثلا در اتاق خوابتون نکن. وارد اتاق خواب که شدین، حالا همه حرفاتون، همه گرفتاری‌ها و مشکلاتون رو بخواین تو اتاق خواب مطرح بکنه،
این فقط حالا این نیست که اون کاندیشنینگ باعث میشه که روابط عاشقانه هم مختل بشه، بلکه خواب انسان رو مختل میکنه. یعنی شما مجسم بکنید، ما اکثر ماها تبدیل شدیم به آدم هایی که قبل از اینکه بخوابیم رفتارمون و لایف استایلمون خوابمون رو به هم میریزه، خوابمون رو تخریب میکنه، و موقعی هم که بیدار میشیم، حالا اگر عامل خارجی هم نباشه، خودمون انتخابی میتونیم شروع روزمون رو تخریب بکنیم. به هر حال من فکر میکنم که همینجوری رفتم و بیشتر از اون حدی که باید صحبت کردم. روی ماه شماها رو نمیبینم، ولی امیدوارم که خستتون نکرده باشم و 15 دقیقه آخر فرصت داریم که اگر که صحبتی هست، اگر سوالی هست، من در خدمتتون هستم. خیلی ممنون و متشکر. افشین جان شما میتونین بگیرین از من. هستم. همه جان خیلی ممنون. این برحال این خواب همونجوری که گفتین در مورد خود ما هم خیلی مشکل بزرگه، یعنی شاید دوستان بسیاری در بین خود ما هستن که این مشکلات رو با خواب به انواع مختلف خلاصه دارند و درگیرش هستن. این که حالا چه تکنیکایی به کار ببریم برای اینکه خواب بهتری داشته باشیم، خودش باز داستانی. من خاطرم هست از چیزایی که شما فرموده بودین قبلا برای من در رابطه با یه سری چیزایی تصویرگری هایی مثلا صحبت میکردیم، ویژوالایزیشن. میخوای یه توضیح کوچولی در مورد ویژوالایزیشن بدید و بعدم اینکه دوستان مازیار عزیز دستش بالاست که من بعد ببینید. افشین جان من همونجور که اول گفتم نمیخوام حالا وارد اون مسئله بشم که با مشکل بیخوابی اینزامنیا ما چه رفتارهایی میتونیم بشه، چه کار میتونیم بکنیم. ولی آنچه که مسلم هست کسایی که مشکل دیرخوابیدن رو دارن، یعنی که به بستر میرن ولی اون مرحله یک در واقع انجام نمیشه، یعنی اون آنست به زودی به وجود نمیاد، یه چیزی وجود داره به اسم ویژوالایزیشن. ما هم ایمیجینیشن داریم و هم ویژوالایزیشن داریم. در ایمیجینیشن ما تصویرمون رو انتخاب میکنیم، ما به یه چیزی فکر میکنیم و بعد اونو مجسم، در واقع مجسم میکنیم با تفکرمون. مثلا میتونیم از یه خاطره‌ای که سفری رفتیم یا چه می‌دونم لب دریا رفتیم یه تصویری رو بگیریم و اون تصویر رو مجسم بکنیم. فکر می‌کنیم که آها من مثلا دیروز که لب مثلا باندای بیچ بودم چه تصویر قشنگی بود، اون تصویر رو مجسم بکنیم. اینو ما بهش میگیم ایمیجینیشن. ولی ویژوالایزیشن پدیده خیلی جالبیه. ویژوالایزیشن ما نقشی در ویژوالایزیشن نداریم، در واقع ما خیلی پسیو هستیم. ما باید چشممون رو ببندیم و در تاریکی چشممون نگاه بکنیم، یعنی وقتی که چشممون بسته است احساس کنیم که ما به این تاریکی توی چشممون داریم نگاه میکنیم. درست مثل این که ما توی اتاق تاریکی رفتیم و توی این اتاق تاریک هیچی نیست، یعنی هیچی نمیبینیم، ولی فکر میکنیم خب یه چیزایی هست که ما نمیبینیم و سعی میکنیم که چشممون به تاریکی عادت بکنه که ما اونا رو ببینیم. در زمانی که ما داریم این کار رو انجام میدیم، تصویرهای شروع میکنه توی اون تاریکی خودشون نشون دادن، حالا به صورتهای مختلف. مثلا اول میتونه با یه سری سپارک ها باشه، مثلا جرق زدن ها باشه، میتونه رنگ هایی باشه که ما شروع کنیم ببینیم، و به تدریج که ما اینو تمرین بکنیم یک باره تصویر می‌بینیم. این تصویرهای ناخواسته است، این تصویرها ناخواسته است و به قدری ویوید هستند که مجرد اینکه شما ویژوالایز می‌کنین، چون که عادت نداریم ما با چشم بسته تصویر ببینیم، چشممون رو باز می‌کنیم. این میتونه به سرعت خوابیدن ما خیلی کمک بکنه. چرا؟ به خاطر هر چیزی که باعث بشه که ذهن ما متمرکز بشه و
و افکار اتوماتیک به ذهنمون هجوم نیاره توی پروسه خوابیدن ما کمک میکنه به ما. ما سریعتر به خواب میریم. خب مسلما اکثر شما اون روش های مثلا تنفسی و اینها ریلکسیشن و قبل از خواب شنیدین دیگه، که مثلا دست رو شکم بزنین، از بینی نفس بکشین، نفس های شکمی بکشین، بازدمتون آروم باشه و تعداد نفساتون رو بشمارین. اون هم به خاطر همینه، به خاطر اینکه تمرکز انجام میشه. ولی به هر حال تجربه من با کلاینت هایی که دوچار انسامنیا بودن اینو نشون داد که ویژوالایزیشن تأثیر خیلی خیلی عمده‌ای رو در سرعت خوابیدن میده. یعنی در واقع اون کاری که تمزپین و اینا میکنه، یعنی اینا باعث میشن که ما سریعتر به خواب بریم، ولی لزومی نداره که به اون در واقع طول مدت خوابیدنمون کمک بکنه. اون بیدار شدنهای ما در طول شب اونها به عواملی احتیاج داره که اونها رو میگم اگه فرصت شد ما صحبت میکنیم. مهمترینش خوابه، یعنی دیدن رویاست، یعنی این رویاها هستن ما رو از خواب بیدار میکنن. ولی همون جوری که میدونین لزومن به بعضیش به بیدار شدن کامل نمیرسن، یعنی به اون مرحله لایت سلیپ میرسن و ما توی لایت سلیپ دو دفعه وارد خواب عمیق میشیم. و جالب اینجاست این دوکا به این صورت اتفاق میفته که ما به مجردی که خواب عمیق میریم و رم به وجود میاد، رپید آی موومنت به وجود میاد و ما شروع میکنیم خواب دیدن، همون باعث میشه که ما رو میاره از خواب بیدار میکنه. سلامت و سلامت دریم، خود سلامت دریم، حالا اون سلامت خواب بود و سلامت دریم هم یه بحثیه. یعنی توی نایتمر چرا مثلا نایتمر اتفاق میفته، این خودش بحث بسیار بسیار جالبیه که اصلا خواب چجوری به وجود میاد، اصلا چرا ما چیزایی رو میبینیم که شاید اصلا هیچ وقت ندیدیم، اصلا چرا این استوری های عجیب و غریب تو خواب پیش میاد. اینم بحث خیلی جالبیه. اتفاق علی زاهدی عزیز یه سوالی کردن اینجا که برای در واقع پیشگیری و درمان کابوس نایتمر شما چه بیماری دارید؟ ببینید آره این خب من فقط کوتاه اشاره بکنم بهش. ببینید خواب منشأ دریم علی جان این هست که انگیزه های داخلی و انگیزه های خارجی باعث ایجاد خواب میشن. یعنی چون که وقتی که شات داون میکنه کورتکس، یعنی اطلاعات مشخص نیست از بیرون که چیه، سنسای ما کار میکنن، مثلا گوش ما میشنوه، لامسه ما کار میکنه، بویایی ما حتی کار میکنه، متوجه این؟ اینها اگر که متاثر بشن از چیزی، ذهن چون که نمیدونه که منشأش چیه مجبور خودش رو تیون بکنه. میدونه یه صدایی داره میشنوه، مثلا صدای زنگ تلفن به گوشش میخوره موقع خواب، میدونه صدای زنگ تلفنه ولی نمیدونه که منشأ این چیه. یک داستانی ساخته میشه در ذهن که این زنگ تلفن درش به وجود میاد که معنا پیدا بکنه، چون ذهن نمیتونه همینجوری ازش بگذره. یه بوی، مثلا شما خواب هستین، یه نفر یه بوی رو بدون اینکه مثلا بینیتون رو لمس بشه رو یک گلی رو زیر بینی شما بذاره یا یه مثلا عطری رو نزدیک بینیتون بذاره، شما خواب میبینین و چون سرعت خواب خیلی زیاده شما میتونین ساعتهای خواب ببینین، یه داستانی که ساعتها به طول میکشه و توی اون داستان شما یه بوی رو میشنوین که این بو همون بوییه که یه نفر زیر بینی شما گذاشته. این انگیزه های خارجی هست. انگیزه های داخلی چیه؟ احساسای ما هست. انگیزه های داخلیمون هم فیزیولوژیکال میتونن باشن، هم منتال میتونن باشن. یعنی ما اگر با دردی به خواب بریم یا در خواب یکی از ارگانهای ما، یکی از اعضای ما ناراحتی داشته باشه و دردی داشته باشه، اون درد باعث یک داستان و قصه ای در خواب میشه که اون درد بتونه توش معنا پیدا بکنه. کابوس ها و نایتمر ها به خاطر اون ت...
ترس ها و نگرانی های ما هستن. یعنی ما اگر هنگام خواب دوچار ترسی باشیم که حل نشده باشه در ما، یعنی مثلا در PTSD ما این نایتمر ها رو زیاد داریم، به خاطر اینکه اون تروما هایی که درمان نشده اینها میاد به خودش رو به صورت نایتمر نشون میده، چون که در طول روز ما اون آگاهمون میتونه اینا رو بپوشونه و کاور بکنه، ولی به مجرد اینکه به خواب میریم دیگه اونها میمونه و ذهن، و اینها میتونن به صورتهای عجیب و غریبی خودشون رو نشون بدن. ببینیم، مهم نیست که ما چی میبینیم، مهم اینه که اسنسی چی، اون ترس مهمه، اون وحشتی که در خواب میبینیم مهمه، داستان مهم نیست. معمولا وقتی ما در استفاده میکنیم در شناخت مشکل از خواب، در واقع خواب، گویش خواب در مخصوصا در سایکوآنالیسیس باعث شناخت ریشه مشکل بود، وگرنه سمبول ها و اینها رو نه، ما الان وارد بحث سمبول ها نمیشیم، یعنی خود خواب مهم نیست، مهم اینه که ما در خواب چه حسی رو داریم، و اون تمام اون نایتمر ها که با وحشت همراه هستن به دلیل وحشت های حل نشده ما هستن، ترس های ما هستن، و اونجاست که به ما نشون میده که این شخص ترس هایی رو داره که این ترس ها حل نشده. ماما جان، من دوربین مازیار عزیز رو آزاد میکنم، از مازیار جان میخوام که دوربینشون رو باز بکنن و صداشون رو و روی ماهشون رو ببینیم. سلام مازیار. مازیار جان سلام عرض میکنم، ضمن این که به دوستان بگم که ما جلسه هم در خدمت خود مازیار عزیز خواهیم بود، عنوانه عنوانش خواهیم بود. مازیار جان بفرمایید. عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت آقای دکتر حسینی‌پور عزیز و افشین نازنین. ممنون که چند دقیقه اجازه دادید من در خدمتتون باشم. خب چند سالی هستش که من سالت آشنایی با آقای دکتر حسینی‌پور نزدیک دارم، از محضرشون استفاده ها کردیم، و هرچند حقیقتا سخته بعد از ایشون صحبت کردن ولی حالا در تکمیل تماشاتون اگه اجازه بدین من کلی مورد رو عرض میکنم و برمیگردم به تجربه شخصی که خود من با استفاده راهنمایی ایشون داشتم. تمام فکت هایی که آقای حسینی‌پور فرمودند ما هم شنیدیم، امروز از نظر نوروساینس و نوروفیزیولوژی کاملا فکت های اثبات شده ایه، چون اون چیزی که الان ما از نظر فیزیولوژی کاملا میدونیم این هستش که مرکز خواب در مغز جایی هست به اسم رتیکولار سیستم یا رتیکولار فورمیشن. استراکچر بسیار عجیبیه این قسمت، یعنی جلوی این استراکچر در این استراکچر در برین استم مغز هست، جلوی این استراکچر هایپوتالاموس قرار داره، پشت این استراکچر تالاموس قرار داره، و این استراکچر جزء معدود استراکچرهایی هست که مستقیما از برین استم با کورتکس در ارتباط. در نظر بگیریم این چهار راهو، حالا اگر فقط و فقط هایپوتالاموس رو در نظر بگیریم و بدونیم که ریتم فعالیت‌های هیپوتالاموس و اون ترشحات تیارش یا هورمون‌هایی که داره به شکل ریتمیک در طول روز تاثیر داره قده‌های هیپوفیز، خیلی از مسائل متابولیکی و مود و مسائل دیگر رو کاملا میشه اینجا ادراک کرد. مثلا میتونه به صورت مستقیم تاثیر داشته باشه روی قده فوق‌کلیوی و ترشح کورتیزول، میتونه قده تیروئید رو ترشح تیارش رو بالا پایین کنه، ریتمش رو تغییر بده که TSH رو تغییر بده، یا حتی اگر در عوام اگر نسل قبل خودمون رو به خاطر داشته باشیم، مادر بزرگای ما میگفتن خانمای حامله باید خواب خوب داشته باشن وگرنه شیر مادر باردار کم میشه، که این برمیگرده به افکتش روی پرولاکتین که از قده هیپوفیز میاد. از اون طرف از پوستریور که ارتباط داره با هیپوتالاموس، کاملا مرکزی هستش که میتونه ارتباط داشته باشه با نحوه فیلینگ و سنسیشن، که الان ثابت شده افکت این استراکچر روی پین فیلینگ و به صورت اون احساس ناخوشایندی که انسان میتونه از استیمولیشن های موقعی داشته باشه. رابطهش با کورتکس کاملا به عنوان افکت روی کوردینیشن فعالیت های
کورتکس و فعالیت‌های موتور اکتیویتی موثر هست. و این سنتری هستش که مرکز خوابه و شاید جالب ترین نکته این باشه که والا هسته های مختلفی داره ولی اون هسته میدین یا وسطی اون جایی هست که سروتونین رو در مغز ترشح میکنه و همه ما مطلع هستیم که تمام داروهای اکثر داروهای آنتی دپرسنت روی مکانیسم سروتونین کار میکنن. امروز دانشگاه بسیار بزرگی مثلا توی امریکا مرکلینیک یا مینسوتا یا توی ژاپن دانشگاه یوکوهاما مطالعات عظیمی کردن. دوستان اگه مایل باشن اگر تو همین گروه لینکشون رو به ایمیلشون به من بزنن میتونم مقاله ایبیدنس وان رو نشون بدم براشون بفرستن که مطالعه کنن و حتی الان تا حد این داستان مهمه که تیم‌های المپیک بزرگ دنیا از جمله خود همین استرالیا هم متخصصین اسلیت استادی با تیمشون میفرستن، یعنی اون اتلتیاشون که میخوان وارد مسابقه بشن اینا پترن خوابشون کاملا مطالعه میشه که بدونن در پرفورمنس ایدئال مغزی هستن روزی که قرار اینا مسابقه رو بدن. این عرض خدمتتون گفتم به هم میگنی به تجربه شخصی من. من خودم به شخصه جزء همون گروه بودم که آقای دکتر حسینی‌پور فرمایشون فرمودن که من علیلای عجیب و غریب نسبت به خواب دارن که 3 ساعت خواب 4 ساعت خواب شاید کافی باشه. خب علیه فرانخور اون شلوغی و فشار کاری که من داشتم و هنوز هم دارم خاطر وضعیت کار، شیفت ها و کارهای دانشگاه هم کم زمان بود، من شاید بگم برای چندین سال شبیه هلوش 3 تا 4 ساعت میخوابیدم و کاملا هم بدنم عادت کرده بود به این قضیه. بارها خدمت های حسینی‌پور صحبت شد، ایشون میگفتن که این قضیه در نظر بگیر و خب حالا به شخص من احساس نیاز نمی کردم چون احساس میکنم که پرفورمنس هم خوب هست، مشکلی نیست. من که بالاخره سر قضیه از مجاب شدم که باید این قضیه خواب درست بشه که کارام به تفصیل سرتون درد نمیارم. اما تجربه شخصی خود من، اون چیزی که افزایش ساعت خواب به من داده بعد حالا با اون پترن خواب که ما دنبال کردیم و اون وضعیت پترن هم به حالت مومان خودتون رسید برگردانیم، نه تنها از نظر زمانی و از نظر اون ساعتی که من از نظر کاری از دست میادم به ضررم نشود، بلکه به جرئت میتونم بگم که در نهایت آتکام و پرفورمنس شخص خود من رو بهتر کرد. یعنی یک ساعتی رو از دست میدی ولی اون راندومان و کانسنتریشنی که مغز اون ساعت به خصوص داره به مراتب بیشتر از اون چیزی هستش که با خواب کمتر ولی زمان بیشتر داره. حالا کلی اصلا به لایف استایل رو نمیدونم، اون مایندفول زندگی کردن اون مسائل ندارم، صرف این که فقط بخوایم با عدد و رقم و ساعت کاری هم در نظر بگیریم، چه از نظر کانسنتریشن، چه از نظر فیلینگ، چه از نظر اینکه به صورت خیلی واضح و خودمونی بگم، احساسی که داشتم و جالبه که توی پیپر هم من میدیدم این داستان بود، مثل این هست که یک پرده ای روی مغزه، مثل این هستش که یک چادری رو روی سر آدم کشیدن و آدم داره از پشت اون چادر به مسائل نگاه میکنه. وقتی این کنار میره مسائل خیلی سریعتر انجام میشه، یعنی دقیقا خودتون این تفاوت رو احساس میکنید. و من فکر میکنم شاید بین گروه های پروفشنال مختلف ما پزشکا احتمالا بدترین پترن خواب داشته باشیم. روی حالا همین داستان کنجکاوی که داشتم و راهنمایی که حسینی‌پور به حال مطالعات محدودی که کردم و تجربه که داشتم خواستم که این رو حتما با همکارا ما زیار تو قسمت که سوال هست اینه که تو چیکار کردی بالاخره از اون خواب 3-4 ساعته چند سال در اومدی تونستی خوب بخوابی؟ کار بسیار سختی بود یادش تو خدمتون بگم. ببینید اون چیزی که آقای دکتر گفتن کاملا سر داره، خواب اصلا فعالیت پسیوی برای مغز نیست، یعنی این رو من هم خوندم هم دیدم. همین که من اسلیپ استادی رفتم برای اسلیپ اپنیا، حتی بررسی کردم داستان رو و کاملا به این شکل الکترود بهم وصل بود، ای ای جی های شب تا صبح گرفتن ازم و میخواستم کاملا تا ته داستان رو برم ببینم به چه شکلی هست. به هیچ عنوان فعالیت پسیوی نیست و اون چیزی که فقط مغز شاید اون بگم قسمتی هست که واقعا میره به سمت حساب اون قسمت دیپ خواب هستش که میتونه دیپ اسلیپ و اون
مدت زمان خیلی کوتاهی در سیکلی هم از اتفاق میفته. ابتدا به ساکن خب یه سری اصول بهداشت خواهی بود که آقای دکتر حسین‌پور توصیه کردن، منم رعایت کردم، ولی واقعیت داستان اینه که بعد از چندین سال، شاید 5-6 سال به اون شکل با اون پتیاد بد خوابیدن بهش عنوان میسر نبود. برای بازه زمانی خیلی کوچیکی با توصیه آقای دکتر از برمایت خیلی کوتاهی از دوره خواب استفاده کردم، به اضافه که بقیه مسائل رو حل کردم، مثلا رعایت میکردم. حدودم به هفته نکشید که من این دارو رو تیپه کردیم، گذاشتیم کنار و پتن خواب حالت عادی خودش برگشت. بسیار سریع این اتفاق میفته، یعنی وقتی بهش میرسیم متوجه میشیم که انگار چیزی که مغز منتظرش بود که اتفاق بیفته و اصلا یک چیز کاملا پلان شده، پروگرام شده توی مغز هست، برنامه اونجا نشسته و کافی هستش که دکمه زده بشه تا خودش ران شه. ممکنه ابتدا به ساکن اونجا که من تجربه کردم، شاید من یکی بدترین پترنا رو داشتم، روزی که اون اسلیپ استادی خودم شاید توستیم پور بردم، شما اصلا وحشت کرده بودم، شاید مثلا 15 دفعه در بازی زمانی 3 ساعت من از خواب بلند شده بودم. اصلا گفتم این همچین نمودار خواب خیلی عجیب و غریب هستش، با وجود که من احساس میکردم 3 ساعت رو خوابیدم، ولی 3 ساعت اصلا تو فاز عمیق نرفته بود و کاملا هم احساس میکردم از این موشن داره چیزی که حالا گجس ها حسابش رو میکنن مشخص بود که کاملا من به هر اروزا رستم و دوباره رفتم توی یک فاز شلو اسلیپ. شاید 15 دفعه در بازی 3 ساعت این اتفاق افتاده بود و طبیعیه، یعنی مثل آلودگی صوتی میمونه. میگن کسی که میان توی محیط آلودگی صوتی افطار به ساکن صدا خیلی اذیتشون میکنه، ولی بعد عادت میکنن به این وضعیت و دیگه اون اثر مخربشو داره میذاره، ولی اینا دیگه متوجه نمیشن بعد از مدتی. دقیقا همون حالته. مازیر جان ببخشید که من صحبت رو قطع میکنم چون وقت ما کوتاه، تقریبا به آخر جلسه رسیدیم. من خیلی ممنونم از اینکه تجربت رو با ما در میون گذاشتی و فکر میکنم یکی از هایلایت های صحبت های محمد جان برای امشب که دلم میخواد که بیشتر روش استرس بکنم همین داستان به ظاهر ساده استراحت قبل از خوابه، یعنی این در واقع این مدیتیشن یا این ریلکسیشنی که قبل از خوابیدن لازمه واقعا یه کلید خیلی خوبیه برای یک خواب خوب. موافقی با من مهاجا؟ من اینو بله 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 دقیقا شما... بله من همینجوری مثال شیرازی ها رو زدم. بعد از خواب ببین چیزایی بر که شیرازی ها رسیدن حالا ما داریم بشه درست. واقعا پریپریشن ببین پریپریشن قبل از خواب شما برای بیهوشی این کار انجام میدین دیگه. آره پریپریشن داره به هر حال موقع بیوشی و خواب واقعا نیاز به پریپریشن داره، چون ببینین ما اینها رو با خودمون میبریم، این ذهن فعاله، همونجوری که مازیار جان گفت ذهن ما فعاله، ذهن اصلا متوقف نمیشه. نه خیلی جالب. ببین ادامه ببینین ادامه اون روالی که حالا تا قبل از خواب ما داشتیم و این ما میبریم توی خواب. خب اگه ما یه بریک آرام داشته باشیم خب ادامه خوابمونم با آرامش میرسه. بله نه بسیار نکته ممنون مازیار جان، خیلی خیلی سپاسگزارم به خاطر شیر کردن، خیلی هم آموختیم ازت. مازیار جان خیلی ممنونم، محمد جان خیلی خیلی ممنون از صحبت خوبت و با همه این توضیح ها یه شب خوب و خواب خوب برای همه آرزو میکنم. انشالله که هفته دیگه باز با بحث دیگه در خدمت همگی هستیم. خدا بزنید. خیلی متشکرم. خدا بزنید. سلام جان برای همه. مرسی. خدا نگهدار. خدا نگهدار.